فصل 14. در این وقت اخبار مربوط به عیسی به اطلاع هیرودیس پادشاه رسید. او به ملازمان خود گفت این مرد همان یحیای تعمید دهنده است که پس از مرگ زنده شده است و به همین جهت معجزات بزرگی از او به ظهور می‌رسد. زیرا هیرودیس به خاطر هیرودیا که زن برادرش فیلیپوس بود، یحیی را گرفته و دست و پای او را در بند نهاده و به زندان انداخته بود. چون یحیی به هیرودیس گفته بود تو حق نداری که با این زن ازدواج کنی. هیرودیس می‌خواست او را بکشد، اما از مردم می‌ترسید. زیرا در نظر مردم یحیی یک پیامبر بود. ولی در موقع جشن تولد هیرودیس، دختر هیرودیا در برابر مهمانان رقصید و هیرودیس آنقدر از رقص او خوشحال شد که قسم خورد هر چه بخواهد به او بدهد. او با راهنمایی مادرش گفت سر یحیای تعمید دهنده را همین حالا در داخل یک سینی به من بده. پادشاه از شنیدن این سخن سخت ناراحت شد، ولی به پاس سوگند خود و به خاطر مهمانانش دستور داد که سر یحیی را به او بدهند. او کسانی را به زندان فرستاده سر یحیی را از تن جدا کرد و سر او را که در داخل یک سینی بود آورده به دختر دادند و او آن را نزد مادر خود برد. سپس شاگردان یحیی آمده بدن او را بردند و آن را به خاک سپردند. پس از آن آنها به نزد عیسی رفتند و به او خبر دادند. عیسی وقتی این خبر را شنید آنجا را ترک کرد و با قایق به جای خلوتی رفت. اما مردم با خبر شده دسته دسته از شهرهای خود از راه خشکی به دنبال او رفتند. همین که عیسی به ساحل رسید جمعیت زیادی را دید و دلش به حال آنها سوخت و مریضان آنان را شفا داد. عصر همان روز شاگردانش نزد او آمده گفتند اینجا بیابان است، روز هم به آخر رسیده. مردم را به روستاها بفرست تا برای خودشان غذا بخرند. عیسی به ایشان گفت احتیاجی نیست مردم بروند، خود شما به آنان خوراک بدهید. شاگردان گفتند ما فقط 5 نان و 2 ماهی داریم. عیسی در جواب فرمود آنها را پیش من بیاورید. و پس از آن به مردم دستور داد که روی سبزها بنشینند. آنگاه 5 نان و 2 ماهی را گرفته به آسمان نگاه کرد و خدا را شکر نموده نانها را پاره کرد و به شاگردان داد و شاگردان آنها را به مردم دادند. همه خوردند و سیر شدند و از خورده‌های باقی مانده که شاگردان جمع کردند 12 زنبیل بزرگ پر شد. غیر از زنان و کودکان 5000 مرد خوراک خوردند. آنگاه عیسی شاگردان را وادار ساخت که سوار قایق شده قبل از او به طرف دیگر دریا بروند تا خودش مردم را مرخص نماید. پس از انجام این کار عیسی به بالای کوهی رفت تا به تنهایی دعا کند. وقتی شب شد او در آنجا تنها بود. در این موقع قایق در وسط دریا به علت باد مخالف گرفتار امواج شده بود. بین ساعت 3 و 6 صبح عیسی در حالی که بر روی دریا قدم می‌زد نزد آنها آمد. وقتی شاگردان عیسی را دیدند که بر روی آب دریا راه می‌رود، آنقدر ترسیدند که با وحشت فریاد زده گفتند این یک شبح است. عیسی فوراً به ایشان گفت دل قوی داری، من هستم، نترسید. پتروس گفت ای خداوند اگر تو هستی به من دستور بده تا من هم بر روی آب نزد تو بیایم. عیسی فرمود بیا. پتروس از قایق پایین آمد و بر روی آب به طرف عیسی رفت. اما وقتی شدت طوفان را دید به وحشت افتاد و در حالی که در آب غرق میشد فریاد زد خداوندا نجاتم بده. عیسی فوراً رسید و دست او را گرفته گفت ای کم ایمان چرا شک کردی؟ آنها سوار قایق شدند و باد قطع شد و کسانی که در قایق بودند به پای او افتاده می گفتند تو واقعاً پسر خدا هستی. آنها از دریا گذشته به سرزمین جنیسارت رسیدند. به محض اینکه مردم آن محل عیسی را شناختند، کسانی را به تمام آن نواحی فرستاده همه بیماران را نزد او آوردند. آنها از او تقاضا کردند که اجازه دهد مریضان آنها فقط دامن ردای او را لمس نمایند و هر که آن را لمس می‌کرد کاملاً شفا می‌یافت.